با عرض سلام خدمت همراهان عزیز کانال، دوستان علاقمند به باغبانی، در ادامه مبحث تقویت کردن گیاهان جالیزی و محصولات باقی فصل تابستان در خدمت شما هستم. یکی دو تا ویدیو قبل بهتون توضیح دادم که خاک رو باید سل شکنی بکنیم، بغل این گیاها خاک بگذاریم تا ریشه های بیشتری تولید بکنن، دسترسی به آب و غذا داشته باشن و با سبک شدن خاک، با این روش خاک رو سبک کردیم و گیاه شروع میکنه به رشد سریعتر. اگه هنوز علف ها رو وجین نکردید و سل شکنی نکردید، حتما این کار رو انجام بدید. من چند تا از بوته های خودم رو هنوز اون کار رو انجام ندادم و همونطوری که میبینید اینا زرد میشه. اگر تا چند روز دیگه هم این کار رو انجام ندیم، این بوته ها یه 10-12 سانتی بالا میان و گل میدن، همونطوری که زرد و لاجون هستن چند تا گل میدن، چند تا میوه بد شکل میدن. اما اگه شما سل شکنی کرده باشید، این مرحله رو همراه من انجام بدید. گیاه شما حسابی در حال رشد و ریشه دوانی هست. ما میایم بعد برگهاش، ببینید تقریبا 10-15 سانت برگهاش از توقع فاصله داره، از ریشه فاصله داره. ما میایم تو این قسمت یه مقدار این خاک رو کنار میزنیم. به این ترتیب این خاک رو یه خورده کنار میزنیم، همین کنار گیاه میگذاریم و اندازه یه قاشق از همین کود نیتروژن، کود ازوت که خیلی از کشاورزا اینو کود سفید میشناسن. شما فروشگاه هم بری بگی کود سفید میخوام، همینو بهت میده. این کار رو توی دو طرف گیاه انجام بدید. اون خاک نرمو یه خورده ببرید به سمت گیاه، این کودو به یه خط نازک این شکلی دو طرف گیاه بریزید. حالا بعد اینکه این مقدار یک قاشق کود سفید رو کنار گیاه ریختیم، با همین کجبیلمون آروم این خاک اطراف رو میاریم روی این، میذاریم روی این کودی که ریختیم و خاک میذاریم. تکرار این کار و شکستن روی خاک، از بین بردن این علف ها، باعث میشه رطوبت خاک حفظ بشه. اگه شما جای هستی رطوبت نداره خاک، باید شما آبیاری بکنید. برای آبیاری کردن این گیاه بیایید اینطوری به این شکل یه شعایی رو درست بکنید، یه نهر کوچیک درست بکنید، توی این نهر آب بریزید. پای گیاه اگر آب نریزید خیلی بهتره، مخصوصا تو شهرهایی که رطوبت زیاده. اون رطوبت پای طوقه گیاه باعث میشه گیاهمون قارچی بشه، پوسیدگی طوقه بگیره و مشکلات دیگه ای که شما اگر توی این کار قبلا تجربه داشتید، این کار رو انجام دادید، 100% با این مشکلات تا به حال مواجه بودید. خب بس آبیاریشم فقط به این ترتیب انجام بدید و زمانی آبیاری رو تکرار بکنید که این خاک رنگش تغییر کرده باشه. الان همونطوری که میبینید، من این خاک رو وقتی که مشت میکنم، خاکی که تو فاصله 5 سانتی هست، از 5 سانت به پایین باید این اندازه رطوبت داشته باشه. وقتی مشت میکنید دیگه به راحتی وا نره، تا این حد رطوبت براش کافیه. اگر این خاک رو مشت بکنید، مثل این مشت بکنید، با هم دیگه نمیچسبه، خب این دیگه خشکه، باید اینو آبیاری بکنید. آب رو توی این جوب کوچیکی که دور تا دور گیاه درست کردید آب بریزید تا از زیر رطوبت به گیاه برسه. باید کل این خاک، این محوطه همه مرطوب باشه. به این ترتیب گیاه ما از کل املاح و مواد در خاک
استفاده میکنه. ما کلن اصولاً برای محصولات باقی مثل خیار و سیب زمینی و لوبیا و کدو و تمام محصولاتی که توی تابستان میکاریم ما با دو روش آبیاری میکنیم که خودم به شخصه این روش رو خیلی بیشتر میپسندم و دوست دارم. من یه جوب درست میکنم به فاصله 1 متری با اون ریشه اصلی گیاه، این جوب رو پر آب میکنم، تمام اون خاک رو مرطوب میکنم و این شکلی این رطوبت به مدت طولانی باقی میمونه و در اکثر مواقع بارش باران بعدن بهم میرسه و من در تابستان با 1-2 بار آبیاری از بارش بارانم استفاده میکنم و محصول تولید میکنم. این روش آبیاری رو برای همه گیاه ها، یعنی اینجا ذرت کاشتم، این برای یه جوب داره، اون برام یه جوب داره، زمانی که آب نیاز داشته باشه اینو پر آب میکنم، هم این درخت ها آبیاری میشه هم اینا آبیاری میشه. حالا بعد اینکه این کارا رو انجام دادیم، کود هم دادیم، خب این علف ها اینجا هستن و ما باید این علف ها رو از بین ببریم و همونطوری که گفتم زیر رو کردن خاک و سل شکنی رو برای کل باغ انجام بدیم. ما اگر بخوایم علف هایی داشته باشیم که از جنس چمن باشن، علف های 1 ساله باشن، برای اونها با همین کجبیل میزنیم این علف ها رو از بین میبریم. اما اگر علف ها از خانواده علف های دائمی هستن مثل بندواش که ما گیلانی ها بهش میگیم سگواش، یا از این گیاه یوراسلام که گیلانی ها بهش توی منطقه ما میگن توبلاغ، این گیاه زیر خاک کلی ریشه داره و توی ریشه هاش یه حالت سیب زمینی های کوچیکی داره که از همینا این تکثیر میشه و از همون زیر خاک این مدام داره زیادتر میشه. ما اگه اینها رو با کجبیل هم بزنیم فقط یه مدتی اینا رو کنترل میکنیم، باز هم یه بارون اینا رو دوباره اینطوری فرش زمین میکنه، زمین پر میکنه. اینا رو ما اگر بخوایم 1 سال یا 2 سال حواسمون بهش باشه اینا رو علف کش بزنیم، اینا کلن از بین میره. بعد اینکه اینها از بین برن خیلی کارمون توی مزرعه راحت‌تر میشه، جاشو به یه سری علف های دیگه میده. ما همیشه توی گیلان یه سری علف داریم ولی اینها جلوی رشد گیاه رو حسابی میگیره. فاصله با این گیاه ها رو رعایت بکنید به این ترتیب، کل این علف ها رو با راندآپ علف کش سیستماتیک کلایفوزیت که کار ریشه سوزی انجام میده، این علف ها رو هم ترتیبشون رو بدید. این کار بهمون کمک میکنه ما فرصت داشته باشیم تا بتونیم این خاک رو با کجبیل سر فرصت کم کم درست کنیم، همونطوری که گیاهمون داره رشد میکنه ما هم همراه با گیاه باشیم. خب اینجا ما چاله بوته های کدو خورشتی رو داریم. اون روز که داشتم میکاشتم توضیح دادم تعداد بیشتری بذر میکارم تا وقتی که اینها کمی بزرگتر شدن من چند تا از ضعیفتراش رو حذف میکنم. من وقتی اینها رو دست میزنم میبینم کدومش ریشه های سطحی داره. ببینید اینو وقتی دست میزنی خودش در میاد راحت. حالا یا حشره ها این کار کردن یا به هر علتی این روی خاکه، اینو جدا میکنیم. اینهایی که سفترن دوتا، این ستا رو توی این مرحله هنوز میگذاریم. در هفته آینده ما میاییم مجددن دوتا دیگر رو هم حذف میکنیم، یکی که سرحالتره اونو باقی میگذاریم. وقتی رشد گیاه شروع بشه خودش بهمون نشون میده که کدوم اینها ارزش موندن توی خاک رو داره. همون کار رو ما برای خیار انجام میدیم. خیارم 3 تا اینجوری، یه دونه این که خیلی بزرگ و خوبه، اینم بزرگ و خوبه، دو تا دیگه هم وسطش داریم 4 تا، یا میتونیم اینم حذف بکنیم 3 تا. همین 3 تا براش کافیه. اینها
جای بیشتری دارن برای رشد کردن و هر چقدر فاصله اینها بخواد کمتر باشه، اینها به جای اینکه میوه تولید بکنن فقط مشغول رقابت با هم دیگه هستن و مشغول تولید برگ و ریشه میشن. اولین مرحله محلول پاشی رو ما با کود 320 انجام میدیم. از هر شرکتی باشه هیچ تفاوتی نداره، کود 320 کلن عناصرش توی همه شرکت ها با یه جدول برنامه‌ای تهیه میشه. شما اون کود 320 رو تو ساعت غروب وقتی که هوا خنک شده به این شکل مثل یک مه سبک به گیاهتون بدید و توجه بکنید تمام تقویت کردن گیاه، چه با همین کود 320 و چه با اون کود سفیدی که ما به خاک اضافه کردیم، تا زمانی باید انجام بشه که این گیاه کوچک و در حال رشده. زمانی که اولین شکوفه ها، اولین گل ها روی بوته هامون ظاهر شد، ما دیگه کود بهش نمیدیم و فقط نگهداری میکنیم، قارچ کش میدیم یا اگه حشره ای باشه حشره کش میدیم. درود بر شما از اینکه تا اینجا ویدیو همراه بنده بودید و شما دوستای عزیز من که تو هر ویدیو برام لایک میذارید، کامنت میدید و این ارتباط با شما حسابی بهم انرژی میده. اینجا من خودمو به قولن رخ نشون دادم که بهتون توضیح بدم تا یک هفته ده روزی تا این پانسمان اینها باز بشه من فقط از کار و از بوته ها و از دستم ویدیو میگیرم، دیگه خیلی ظاهرم و اینها رو نشون نمیدم. فکر خودتونم درگیر این قضیه نکنید، من صبح با موتور تصادف کردم، اون شخصی هم که به ما زد بیمه نداشت و داغون بود، من رفتم بیمارستان و اینا رو بخیه زدم و اینها، در مجموع اتفاق خاصی نیفتاد. و فراموش نکنید این چیزایی که من توضیح دادم و برای همه بوتهاتون به کار ببرید، چه خیار باشه چه بادمجان و فلفل باشه، همه چیزایی که توی تابستون کاشتید رو با همین روش اینا رو نگهداری بکنید، تقویت بکنید. من در این راه همچنان ثابت قدم هستم و این حمایت شما است که بنده رو ثابت قدم نگه می‌داره. شب و روز ایام به کامتون.